با درود، بسیار سپاسگزارم از این فرصتی که به من داده شد تا بار دیگر در مورد اقتصاد رانتخاری با هممیهنان عزیزم سخن و گفتگویی داشته باشم. بدون شک اقتصاد رانتخاری یکی از مهمترین سختی هایی است که کشور ما بدان دچار است و ایران پویا، سرزنده و در حال توسعه نمیتواند بدون حل مشکل رانتخاری موفق بشود. شوربختانه اما مسئله رانتخاری آنطوری که باید مورد توجه قرار نگرفته است. اینکه پایوران نظام و همبندان نظام بحث رانتخاری را آنچنان که شایسته است پیش نکشند و مطرح نکنند شگفتانگیز نیست. آنچه که شگفتانگیز است این است که این بحث حتی در میان اپوزیسیون هم رایج نشده است و رشد نکرده است و مشخصات آن معلوم نیست. باز هم شوربختانه بحث رانتخاری به ذکر فساد و به ذکر مشکلاتی رو که در سطح هست و در ظاهر هست بسنده شده است و این ادامه پیدا نکرده و به واقعا مشکلات واقعی اشاره نشده است. میدونید برای درمان هر بیماری باید علت آن بیماری رو شناخت. پرداختن به نشانه ها شاید یک آرامش زودگذری داشته باشد اما بیماری را از بین نمیبرد و مادامی که بیماری از میان نرفته است بیمار کماکان گرفتار است گیرم یک آرامشی برای یک مدتی پیدا بکند. می شود برای مثلا نشانه تب به او یک تبری داد، یک قرص مسکنی داد، اما مادامی که علت اون تب و اون بیماری حل نشده است و درمان نشده است، خب این آرامش از میان رفتن درد و پایین اومدن تب هم یک مدت زمانی دارد و باز بیمار گرفتار است و ما برمیگردیم سر خانه اول، همون رنج و سختی که بیمار دارد. در مورد اقتصاد رانتخاری هم همین است. حالا تو مدت ها که در این مورد صحبتی نمیشد، حالا که صحبتی می شود اشاره به فسادهای مختلف است و تقریبا در هر دوره‌ای اشاره به این فسادها وجود داشت. اگر خاطرتون باشد از نخستین پرونده فساد گسترده‌ای که در جمهوری اسلام در جمهوری اسلامی مطرح شد که مربوط به بانک صادرات بود و برادر آقای رفیق دوست هم یکی از متهمین آن پرونده بود، تا به امروز هر از چندی این پرونده های فساد رو می شود. تنها تغییری که می کند رقم ها درشت‌تر می شوند. تنها تغییر این است که این دوره های بین افشا شدن این فسادها کوتاه‌تر می شود و خب بدیهی است زیان آن برای اقتصاد و مردم بیشتر می شود. اما اینها هیچ کدوم از میان نرفته است، بلکه امروز به ویژه وقتی که یک گروهی می آید که رقابتی دارد با گروه دیگر، یکی این پرونده ها رو افشا می کند و خب مردمی که نمی دانستند متوجه گستردگی فساد در جمهوری اسلامی می شوند. این در تمام دوره های ریاست جمهوری ادامه داشته. اما نکته ای که من در این گفتار و در گفتارهای پس از این می خواهم بدان اشاره بکنم که واقعا به این ذکر فساد و ذکر مصیبت نباید اکتفا کرد. باید فهمید چه شده است، چه می شود، چرا کشور ما دچار این همه فساد هست و ریشه این فساد را شناخت. اگر آن وقت اراده‌ای برای حل این مشکل بود باید به آن ریشه ها بپردازد. این ریشه ها به نظر من همان مسئله رانتخاری است که در 10 گفتار خب ما در این مورد با یکدیگر صحبت خواهیم داشت. به جای پس این بحث رو یک مرتبه دیگه به طور روشن برای هم دیگه بگوییم که آنچه که از این گفتارها می بایستی انتظار داشت
این نیست که باز مثلا من برای شما بگویم، البته اشاراتی خواهم داشت، ولی این هدف اصلی گفتارهای من نیست که ببینید فساد چه بود، چه کسی چه کار کرد، چه کسی از پایوران نظام بود و در فساد در دستگیر شد. منظور از این اسمهای مخفی که میگویند ام و ر د اینها چه کسانی هستند، نه، این کار اصلی من در این گفتارها نخواهد بود. ما یک کار کم و بیش آکادمیک و امیدوارم متین و قابل اتکا خواهیم داشت که اصلا راندخاری چیست که این فسادها نمیتواند نشانه های آن نباشد. خب من سالهاست در این زمینه گفتم و نوشتم، اضافه نیست اگر بگویم که لابد هر کاری غیر از این کردم اضافه کردم، چون این مسئله بسیار مهمی است و من امیدوارم بتونم بعد از چند اینها رو تبدیل به یک کتاب بکنم. آنچه را که در 10 گفتار برای شما خواهم گفت، خب در یک مقالات پراکنده بر روی اینترنت چاپ می‌کردم، ولی حتما اون اشاره رو که باید بکنم این است که نخستین طرح منسجم این گفتار، بخشی از این گفتار، توسط یک هممیهن بسیار گرامی، عیسی سحرخیز، سردبیر نشریه آفتاب، در شماره 24 این نشریه در سال 1382 چاپ شد. بدیهی است که این نوشته از آن زمان، سال 1382 تا به امروز، دگرگونی های بسیار به خود دیده است. مثلا بحث تئوریکان بسیار گسترش پیدا کرده است. امیدوارم طرحی رو که به عنوان طرح راندخاری، تئوری راندخاری معرفی میکنم، متین تر باشد، بیشتر قانع بکند خواننده را و شنونده را. مثال های بسیار زیادی افزوده شدند و در این حال زبان آن بیشتر پارسی گشته است. کوشیدم از واژه های پارسی بیشتر استفاده بکنم، اما اصرار دارم که بگویم این نخستین طرح منسجم این گفتارها رو عیسی سحرخیز در ایران منتشر کرد، برای اینکه قدردانی بکنم، پاس بدارم شیردلی رو که اون نشان داد. در هر حال اون نوشته‌ای چاپ می‌کرد از یک ایرانی، اما ایرانی که به ستم از کشور به دور است و نمی‌تواند به کشور خود بدون پیامدهای نامبارک آن بازگردد، و اون کارو کرد و حتی یک نامه اعتراضی از دفتر آقای هاشمی رفسنجانی در آن موقع به مجله صادر شد، به عیسی سحرخیز ارسال شد و او اون نامه را هم چاپ کرد. با وجود این، برای آنکه به احتمال زیاد بخشی از شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه ها مامورین سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی هستم، بگویم که من رابطه ارگانیکی با عیسی سحرخیز ندارم، جز احترامی عمیق برای او. رابطه دیگری با او ندارم و نمیتوانم داشت. او مقیم ایران است و تحت نظر است و من مقیم فرنگم و تحت نظری که باز نگردم به کشور. خب بعد از این مقدمه اجازه بدید کم کم بحث رو شروع بکنیم. دو واژه رو برای یکدیگر بگوییم و بشناسیم، برای اینکه بسیاری از اشارات و نکته هایی که بعد از این خواهد آمد مستقیم و غیر مستقیم مربوط خواهد بود به همین دو واژه، و این دو واژه رو پس باید تعریف مشترک و روشنی از آن داشته باشیم. یکی از این دو واژه این است که اصلا وقتی ما میگوییم راندخاری، رانت یعنی چه؟ رانت برابر است با تفاوت سودی که در بازار آزاد بر پایه رقابت آزاد به دست می آید و سودی که در بازار انحصاری با از میدان بدر کردن رقبا به دست می آید. پس شما یک سودی دارید که این سود یک بسیار شریف است، این سود یک مهم است، یک سود برای پورایی اقتصادی بسیار مهم است، ولی این سود دست به آن پیدا نمی کنید مگر اینکه در یک رقابت تنگ با دیگر رقبا توانسته باشید مشتری بیشتری به سمت و سوی کالای خود جلب بکنید، فروشی داشته باشید
و اون فروش بیشتر از هزینه های شما باشد و به سود دست پیدا بکنید. خب مدام شما باید در رقابت باشید با رقبای خودتون. اما در حالت رانتخاری اینطور نیست. رقبا از میدان به در شدند و آن امتیازهایی که شما دارید رقبا آن امتیازها رو ندارند. شما به یک سودی دست پیدا میکنید که مجبور نیستید آن سود برای به دست آوردن آن سود هزینه برای کیفیت کالای خود بدهید یا قیمت فروش رو پایین‌تر بکنید که مبادا مشتری ها از رقیب بخرن. رقیب وجود ندارد. در این حالت یک ابرسودی دارید که این از سودی که در زمان رقابت آزاد به دست میاد بالاتره. رانت اشاره ما به همین است. خب پس رانت به یک سخن زبده و چکیده این تعریف میتواند این باشد که رانت در شرایط انحصاری به دست میآید. یعنی رقبا هرچه بیشتر از میان رفتند دیگر کثرتی از رقبا وجود ندارد و این یک انحصارهایی هستند که فعالیت اقتصادی می کنند. انحصار چیست؟ ببینید انحصار زمانی است که رقبا به دلیلی از میان رفتند. یک مثال بسیار ساده بزنم و بعد یک تعریف بیشتر اقتصادی از آن ارائه بکنم. سالها پیش همین که امروز در جمهوری اسلامی نام بسیاری از او می آید، یک آقای طیب رضایی بود که این در میدان بارفروش ها یک حالت انحصاری داشت. یک میدان بارفروش ها، میدان امینالسلطان، میدان کاهفروشان، اسمای مختلفی بود که بر این میدان می نهادند و این در تهران میوه ها و سبزی هایی که از نقاط مختلف کشور می آمد و باراندازی می کردند و احتمالاً به مناطق دیگه که میفرستادن این بارگیری میکردن و این کار انجام میدادن. مرحوم طیب حاج رضایی در این سالها رقبا رو از این میدان بیرون کرده بود و عمده ترین کاری که کسی که انجام میداد برای این بارگیری و باراندازی خود او بود. خب برای این کار هم یک قیمتهایی به کسبه‌ای که باید بارشون بر زمین گذاشته میشد یا از روی زمین بر روی کامیون گذاشته میشد به سلیقه خودش میگرفت و بارانداز دیگری وجود نگاید که بگوید که آقا من همین کار رو با قیمت ارزون تر انجام میدم. بدیهیست خب طیب یک امنیتی هم واسه این کسبه ایجاد میکرد. ببینید پس انحصار به زور رقبا را از میدان بیرون میفرسته. خب بعضی وقتا ممکن است و این خیلی مبارک است در اقتصادی تحت یک شرایطی شما به یک حالت انحصاری برسید برای اینکه مشتری شما رو میخواد فقط. مثلا زمانی که همین تلفنی که شنیدم در ایران هم همچون در فرنگ بسیار محبوب است، تلفن‌های آیفون مال اپل. خب این در یک زمانی به خصوص اون اول وقتی که این کالا رو وارد بازار کردن یک حالت انحصاری به خودش داشت. اما این انحصار مبارکه چون در رو بر رقابت نبسته. اگر در یک زمانی به نظر می‌آید که تنها رقیب بر روی بازار باشد، بین علت است که آنچنان کالای نو ظهوری آورده است و آنچنان رقبا عقب مانده اند از فناوری و عرضه کردن آن کالا که خب برای یه مدتی یک رقیب تنها میمونه و یک حالت انحصاری داره. این نامبارک نیست. این اتفاقا کمک میکند به رشد اقتصادی چنانچه بعدم رقبای دیگه میان نظیر اونو تولید میکنن. این باعث میشه که مجبور بشن رقبا مرتب کیفیت رو بالا ببرن و قیمت ها رو پایین بیارن. کمی که مثلا برای همین آیفون این اتفاق افتاد و مثلا بعد سامسونگ و بعد بسیاری دیگه اومدن. خب این به اقتصاد کمک میکنه. اما یه وقتی هست که رقیب دیگه نمیتونه بیاد، برای همیشه یک نفر این یک انحصاری در این مورد داره، مثلا طیب در این مثالی که برای شما زدم، یا مثلا بسیاری از کالاهایی که در ایران تقریبا در حالت انحصاری به سر میبره. تقریبا البته میگم ما رو یک رقابت های بین خودشون هست. یکی مثلا صنعت اتومبیل سازی در این مورد. میدونم یک مثال دیگری بزنم باعث شگفتی خیلی ها خواهد شد ولی باید اینو گفت، مثلا تولید نفت در کشور، یا مثلا فکر کنید خطوط هواپیمایی در کشور یا خطوط کشتیرانی در کشور. مثال ها فراوان در این گفتارها به طور روشن خواهد آمد. اما اینها به این دلیل که
بهترین کالای نو ظهور و روزآمد را مطرح کردن نیست که رقابت دارن، بلکه پشتیبانشون محافل قدرت هستن و قدرت اجازه نمیده رقیب دیگه ای هم بیان. خب در این شرایط این انحصارگران آن سودی را که میخواهند کسب میکنن، چون یا مشتری باید کالا رو به اون قیمت بخره یا نمیتونه اون کالا رو به اون قیمت بخره، دیگه کالا رو نداره. حالا با این دو تا تعریفی که ما انجام دادیم، تعریف از رانت که در شرایط انحصاری به وجود میاد و انحصار وقتی است که رقبا از میدان به در شدن، همچون مثالی که زدم، تعریف اقتصاد رانتخاری رو در ایران بکنیم. البته این یک تعریف موقتی خواهد بود و ما بعد با آن دوباره باز خواهیم گشت. منتها اجازه بدید یک نکته دیگری هم به خاطرم آمد، آن را هم ذکر بکنم و بعد تعریف اقتصاد رانتخاری در کشور. انحصار رو به لحاظ اقتصادی یک مقداری بهتر تعریف کنیم. ببینید بعضی وقتا هست که یک تولیدگرانی اینها بازار رو در اختیار دارن به علت اینکه به لحاظ قانونی رقبا از میدان به در شدند. مثلا یک تعرفه بسیار سنگینی بر کالاهای وارداتی میبندند که وقتی اون کالای وارداتی وارد بازار داخلی میشه قیمتش آنچنان بالاست که خب مشتری مجبور است یا ترجیح میدهد که تولید داخلی رو بخره. خب تولید داخلی هم اون کیفیت رو نداره، اما قیمتش رو میتونه مشتری بپردازه. اگر اون تعرفه های گمرکی که به زور دولت بر واردات بسته از وجود نداشت، کالای وارداتی با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتر دست کم قیمت رقابتی وارد بازار میشد. اما چون تولیدگر داخلی این رو نمیخواد، با فشار گذاردن بر قدرت سیاسی این حالت انحصاری رو ایجاد میکنه و خیلی وقت هم دست این دو در هم است، رانتخار اقتصادی و قدرتمدار سیاسی. در این مورد مثال ها خوب در مورد کشور خودمون هم فراوونه، در مورد مسئله واردات خوب یعنی مسئله بسیار بوده است، مثال های مختلف داریم و من مرتب میخوام همین مسئله صنایع اتومبیل سازی رو در کشور مطرح بکنم در مقام مقایسه مثلا با اتومبیل هایی که ممکن بود وارد کشور بشه با یک کیفیت بهتر. یک نکته آخر در مورد تعریف اقتصادی انحصار، ببینید معمولا انحصار ایجاد میکنن در یک کشوری به اسم دفاع از منافع اقتصادی ملی، اما این حرف فریب است، این هرگز دفاع از منافع ملی نمیشود به دو دلیل. نخست اینکه خب اون مشتری که ترجیح میده در شرایطی که انتخاب دارد مثلا کالای وارداتی رو بخره، خب این بالاخره مشتری ملی هست یا نیست؟ مشتری ملی است. خب این دلش میخواد بهترین کالا رو داشته باشه با بهترین قیمت. حالا اگر مشتری های یک کشوری، یعنی شهروندان یک کشوری، از جای دیگه که نداریم مشتری، مشتری شهروند است، اگر شهروندان یک کشوری بهترین کالا رو با بهترین قیمت داشته باشن، این ضد منافع ملی است یا این عین منافع ملی است؟ او کسی اینو به اسم تبلیغ منافع ملی مطرح میکنه و از اون میخواد یه گفتمان مثلا ملیگرایی بسازه و غیرتها رو تهییج بکنه، برای اینکه در حقیقت ابرسود خودش رو ببره. در این مورد آسیب دوم این است که وقتی یک صنعت مثلا ملی در یک حالت انحصاری به وجود بیاد که اجازه رقابت به هیچکی ندن، خب این هیچ وقت نمیتونه در سطح جهانی رقابت بکنه. این کالا هرگز نمیتواند برود مثلا بازارهای دنیا رو اشغال بکنه. میبینید کره جنوبی که یک کشوری بود که عقبتر از ما بود، همتای ما بود، عقبتر از ما بود پیش از انقلاب، امروز کالاهای الکترونیکی که دارد با همین مثلا مارک سامسونگ که اروپا رو تسخیر کرده، که بخش مهمی از بازار امریکا رو تسخیر کرده، همین امریکایی که اپل رو فرستاده، سامسونگ یک سهم بازار بسیار بزرگی در آن کشور دارد. خب با کدام کالای ایران میتوان در دوران جمهوری اسلامی چنین بازارهایی رو اشغال کرد؟ اتومبیل سازی رو در نظر بگیرید، همین بسیاری از اتومبیل های ساخت کره جنوبی
سهم بازار قابل ملاحظه‌ای دارند در اروپا و در آمریکا که هر دو سرزمین‌های سنتی اتومبیل سازی هستند. خب اینها یک رقابتی رو پذیرفتن، کم کم قوی میشن و با این قوی شدن میتونن برن جاهای دیگه اشغال بکنن. شما فکر کنید مثلا ما یک فوتبالیستایی بخوایم در کشور داشته باشیم بدون اینکه اجازه رقابت با هم دیگه داشته باشن، مثلا 50 تا فوتبالیست در ایران دستچین بشن، جزو آقازاده ها باشن و ما بگیم اینا فوتبالیستای ایرانی هن. خب هیچ رقابت باشگاهی، هیچ رقابتی برای عضویت، عضو ثابت تیم بودن وجود نداشته باشه. حقیقتا فکر میکنید چون این تیمی که تشکیل بشه چقدر در رقابت‌های بین‌المللی میتونه موفق باشه و جام‌های بزرگ کسب کنه؟ هرگز نمیتوان. در اقتصاد هم همین است. پس این انحصار رو باید دانست. ممکن است که یک گفتمان تهیجگر اما فریبنده برای آن مطرح بکنه، اما در حقیقت برای راندخاری و برای کسب سود است. حالا با این توجه دیگه کم کم به پایان این گفتار اول رسیده ایم. تعریفی که ما از اقتصاد راندخاری داریم این است که در ایران این است که با فشار محافل قدرت، به محافل قدرت پس از این اشاره خواهیم کرد، در بسیاری از موارد امتیازهای اقتصادی به طور انحصاری دست راندخاران قرار گرفته است. این راندخاران می توانند ابرسود و سودهای بزرگ کسب بکنند خارج از رقابت، چون رقابت از میان رفته است. خب یک همچین اتفاقی که می افتد نه تنها راندخاران رو به طور غیر اخلاقی ثروتمند می کنه، چون اگر یک کارآفرینی با کارآفرینی ثروتمند بشود این نه تنها مبارکه است بلکه کشور به لحاظ اقتصادی از آن فایده فراوان می برد. اما کسی که با از میدان به در کردن رقبا ثروتمند شده است، آنچنان که در کشور مرسوم است، خب این نامبارک غیر اخلاقی و صدمه بزرگی هم به اقتصاد میزنه. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که مهمترین صدمه‌ای که میزنی، یکیش این است که شهروند مشتری مجبور کالایی رو بخره که بهترین قیمت و بهترین کیفیت رو نداره. خب این صدمه اول. صدمه دوم این است که کسایی که میخوان فعالیت اقتصادی بکنن، اینها به جای اینکه خرسندی مشتری رو در نظر بگیرند، بدونن رقابت بر سر اونه و لاجرم بکوشند که بهترین کالا رو با بهترین کیفیت و با مناسبترین بها تهیه بکنند، سعی میکنند کی رو خرسند کنند به جای مشتری؟ کسی که قدرت داره، تا قدرت به اونها یک امتیازات انحصاری بده. یعنی سرمایه گذاریشون به جای که بر سر تولید باشه، بر سر همدست کردن محافل قدرت هست تا بتونن از اونها امتیازهای بزرگی بگیرن. خب پس از یک مدتی تکلیف و سرنوشت چنین تولید ملی براتون روشن است که چه اتفاقی خواهد افتاد. این کسی است که اصلا نتوانسته است بر مبنای رقابت قوی بشه و سهم بازار بگیره، بلکه بر مبنای پشتیبانی محافل قدرت و کنار گذاردن بقیه رقبا به این قدرت دست پیدا کرده. ما به همه این آسیب ها در این گفتارها خواهیم پرداخت، اما باز هم میخواهم اشاره بکنم که این آسیب ها و این فساد ها نباید بسنده کرد که یک سیاهی از اینها تهیه بکنیم و فکر بکنیم که تحلیل درستی از اقتصاد ایران دادیم. اقتصاد ایران ریشه ای دارد تمام این فساد ها و اون راندخاری است. ما باید این راندخاری رو بشناسیم، راندخاری رو بر بیاندازیم و وقتی راندخاری بر افتاد خواهید دید که تمام این فسادها هم از میان خواهد رفت، یا اگر فسادی وجود داشته باشد، خب البته چون فساد انسانی است، مادامی که یک جامعه انسانی است این فسادها هم وجود خواهد داشت، اما اینها فرق خواهد بود بر اصل یک اقتصاد سالم. مشکل اصلی ما در ایران امروز این است که این اقتصاد راندخاری اصل است، فرق شده از اقتصاد سالم. اگر ما در جایی ببینیم، حالا اگر باشد، بدیهی است که اگر اقتصاد سالم باشه، اقتصاد بازار بنیاد تنها اقتصاد سالم است، حتما بعضی ها فساد خواهند کرد، رشوه خواهند داد، اما اون فرع است و محاکمه خواهد شد. ما این درست مسئله است که ما سعی میکنیم در 10 گفتار
به اون بپردازیم و نکات مختلف اونو مورد گفتگو قرار بدیم. من نخست تئوری های به لحاظ نظری تئوریک برخورد خواهم کرد به راندخاری، یک الگوی تئوریک ارائه خواهم داد و بعد بر مبنای اون تاریخ راندخاری در جمهوری اسلامی رو با یکدیگر میکاویم. سپاسگزارم از اینکه در این گفتار اول با من بودید تا گفتار دوم.